چیست؟ از آنجایی که همه ما نسبت به دعا تجربیات و آگاهی و دانش خاص خودمون رو داریم، مسلما جوابهای مناسبی خواهیم داشت که همه تعریفها وقتی که به یک توضیح و تفسیر میرسه به نوعی یک جواب مشترک به ما میدهد که خلاصه آن این جملات خواهد بود: صحبت با خدا، مشارکت با خدا، راز و نیاز با خدا، استغاثه از خدا، مشورت گرفتن و هدایت شدن از خدا، صدا زدن و مدد خواستن از خدا، به یاد خدا بودن و به او وقت دادن. اما همه ما به یک تجربه با این واژه دعا آشنا هستیم و آن این بود که در زمان تهی بودن، در زمان نیاز، در زمان تنگی ها، در زمان مشکلات، در زمان خطرها، در زمان نابودی ها، در زمان از دست دادن ها و در زمان شکستن و در زمان ضعف و در زمان تحقیر و تهدید ها و در زمان تنهایی ها، ما به هر آنچه که باور مذهبی بود به سکوی دعا زانو خم کرد، با هر باوری که بود. و به این طریق در اصل طریق آموختهامون، چه در مذهب و چه در تجربه، ما بهر نیاز از خدای بی نیاز نیز خواهان شدیم، آنچه را که میخواییم میتونیم. حد اقلش این بود که فهمیدیم موقع مشکلات و سختی ها دست ما که از همه جا کوتاه شد، دست به دامن خدا بشیم. حافظ نیز اعلام میکنه: حافظ، وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. و گاهی ما حتی این گونم عمل میکنیم که فقط دعا کنیم دیگه، حالا اینکه خداوند میشنوه یا نمیشنوه کاری نداریم، حداقل کاری که ما میتونیم بکنیم این دعاست. دعا رو انجام میدیم، حتی توی ریتم عادت گاهی حرکت رو مردم دنیا اجازه بدیم این گونه بدیم، اونها که هنوز خدای حقیقی رو نمیشناسن این گونه عمل میکنن و نه آنچه را که حقیقتا تعریف درست از دعا هستش. یک عادتی بیش نیست. عطار نیز اعلام میکنه: هرچه از عادت رود در روزگار، نیست آن را با حقیقت هیچ کار. به طور خاص سعی کنیم هرگز دعا را عادت نکنیم، دعا را با عشق و محبت به این جلو که بیشتر بخش دقیقه صحبت خواهد کرد. هرچند چه بسا اکثر مردم دنیا همون گونه که گفتم دعا میکنن، چرا که در ایمان و باورشون این هستش که خدا مهربان است، خدا تواناست. بنابراین سنگ مفت اونجش مفت میزنیم دیگه، شاید گرفت دیگه، حالا با یه دعایی میکنیم ببینیم موفق میشیم یا نه، شاید گرفت و ما هم دعاهایمون اجابت شد. باز نویسنده ای میگه: در طوفان زندگی با خدا بودن بهتر از ناخدا بودن است. و این نوع سب، این نوع طرز تفکر کمک کرده که مردم دنیا اکثرا با دعا آشنا باشن و نسبت به این نظریه حتی از لطف خدا نیز سخن بگن. همه باورمندان، همه مذهبیون بر این اعتقاد هستن که خدا مهربانه و خدا زمانی که دعا میکنیم صدای ما رو میشنوه و دعای ما رو نیز اجابت خواهد کردش و رحمت او بر ما خواهد. باز شاعر اعلام میکنه: خدایا رحمتت دریای عام است، ز لطفت قطره ای ما را تمام است. تو که توانا هستی خداوند، تو به راحتی میتونی رفع مشکل ما، خداوند تو که دانا و حکیم هستی به راحتی میتونی به ما بیاموزی توی این مشکل و توی این بنبست، توی این سوء تفاهم، توی این رابطه شکسته من چه کار. و تو که خداوند جهان را آفریدی و ثروتمند هستی، حالا یک بودش هم به ما بده دیگه، ببین چی میشه. تو که ابدی هستی، حالا یه چند روز عمر ما رو زیاد کن. و این تصوری هست که در ذهن همه باورمندان مذهبی نیز هست. اما سوال اینجاست: آیا این همان دعا یا مشارکتی است که خالق انسان خدا در نظر دارد که هر کس با هر
اعتبار و تجربه و دانشی که دارد به حضور او برسد و با او گفتگو کند. باز همه به خوبی می‌دانیم که در قلمرو دعا و اجابت دعا ایمان اولویت این ارتباط و برکت می‌باشد و این ایمان زمانی معنای حقیقی دارد که همراه با شناخت خدا باشد. پس اینجاست که خدا دوستی، خدا شناسی نیست. اگر ما خدا رو دوست داریم، خدا شناسی نیم. ما ندخل همه مردم جهان پول رو دوست دارن، ثروت رو دوست دارن، اما دوست داشتن دلیل بر این نیستش که اونها بتونن طریق درست ثروت رو نیست، ثروتمند شدن رو بدونن.